آتش جنگ جهانی اول شعله ور شده بود. نیروهای انگلیس که اون روزا بهش میگفتن بریتانیای کبیر به پشت دروازه های بوشهر رسیده بودن. قصد داشتن با اشغال این شهر به سمت شیراز پیشروی کنن. بوشهر اشغال شد، اما جوانی از ناحیه دلوار تنگستان پرچم مقاومت رو بلند کرد و باعث شد که ماشین جنگی انگلیس متوقف بشه. اسم این جوان که بعدها تبدیل به یکی از نمادهای مقاومت در ایران شد، رئیس علی دلواری بود. انگلیسی‌ها که تجهیزات نظامی و توپ و تفنگ‌های خودشون رو در مقابله با رئیس علی چاره‌ساز نمی‌دیدن، تصمیم گرفتن یه راه دیگر رو امتحان کنن. برای همین دو نفر رو به عنوان نماینده به دلوار فرستادن تا با پیشنهاد 40,000 پوندی اصطلاحاً رئیس علی رو بخرن. رئیس علی اما جوابشون رو خیلی قاطع داد و گفت: چگونه می‌توانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ انگلیسی ها که بازم تیرشون به سنگ خورده بود، نامه ی تهدیدآمیزی به رئیس علی نوشتن و خواستن با زبان زور باهاش حرف بزنن. چنانچه بر ضد دولت انگلستان قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ می نمایید. در این صورت خانه هایتان ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. ولی رئیس علی دلواری بیدی نبود که با این بادها بلرزه. واسه همین آب پاکی رو روی دستشون ریخت و اینطور جواب نامه رو داد: خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه قدرت و امکان امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. روح شاد.